Bismillahirrahmanirrahim. Ba nam Khuda. Imruz avvalin dars barname QuickBooks ra shuru mikunim. Pesh az inke barname QuickBooks ra shuru kunam, ba silsila maratib dars bar shoma goftam etum. Yani dami qismat barname Notepad ra baz mikunam, andozish yakam yak buzurgtar misozam. Ma ruz avval computer ra ba du bakhsh taqsim karda budim, hardware va hamraye software. از بخش سافتویر اولین درسی که ما می خوانده خلاص کردیم، یعنی به اتمام رساندیم، 10.19 بود، ویندوز 10.19. و بعد از او به کدام درس رسیدیم؟ به آفیس رسیدیم. از داخل آفیس مهمترین درسی که چی بود؟ ورد بود، ورد خلاص کردیم. پاورپوینت بود، پاورپوینت خلاص کردیم. اکسل بود، این از اینجا اکسل خلاص کردیم. اکسس بود، این اکسس خلاص کردیم. ما چند برنامه را خواندیم؟ 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا. هم دو بخش را خواندیم، هم مینویش را خواندیم، هم اداره و منیجمنت شن. هم مینویش را خواندیم، هم چی را پرزنتیشن ها شن. هم مینویش را خواندیم، هم محاسبهش را خواندیم. هم مینویش را خواندیم، هم پروژهش را خواندیم. این دو درس هر روز بر شما درس میدادم. امروز بر شما کدام درس می خوام بتم؟ برنامه کویک بوکس درس میتم. این برنامه چی؟ کویک بوکس. این حالا من بر شما کویک بوکس از کدام منبع اومده، یعنی کویک بوکس به خاطر چی استفاده میشه، کلا اینجا خلاصه کردیم، اما خلاصیش بر شما گفتم میتم. سکرین برنامه کویک بوکس چی بوده؟ این صفحه را کلانتر میسازم، این از اینجا بالای سلاشو میام، فرام بیگینینگ میسازم. این صفحه اولش بر شما خود دیده میشه، نه اسکرین تان اونه. سکرین ده اینجا گفته کویک بوکس، تاریخچه و معرفی مختصر کویک بوکس. کویک بوکس توسط شرکت توسط شرکت ساخته شده بوده، یکی از جمله پروگرام های مکمل محاسباتی بوده. او اکسل خوب بود، مکمل محاسباتی نبود، یک پروگرام محاسباتی بود. ای باز چی هست؟ یک پروگرام های مکمل محاسباتی است. برای اجرای عملیات مالی و حسابی مورد استفاده میشه. از اینجا معلوم میشه که برنامه کویک بوکس یک برنامه بوده که همیشه سر کار ما همراه چی بوده؟ چیزهای حسابی و مالی بوده. و بعد در قسمت پایین میایم که توسط کدام کمپانی، در کدام تاریخ، توسط کی ایجاد شده بوده، به نمایشگاه یا در کالیفرنیا آمریکا به وجود آمده بوده. دیگه این دیگه بخش مانی کانتس بوده، تو کلاگیش این خلاصه است. باز بر شما انداختم، میتونیم یک دفعه روی خانه بکنین. دیگه خلاصی همی چی است؟ موارد استفاده کویک بوکس، یعنی برنامه کویک بوکس به خاطر کدام موضوعات ها بر شما چی میشه استفاده میشده. یعنی 5 نقطه اساسی داشته که بر ما استفاده میشده برنامه کویک بوکس. یکیش همی بوده که مدیریت مشتریان، همی مشتری خود چه قسم مدیریت بکنیم، از کدام لحاظ، ایجاد صورت حساب، ورق برآورد، فروش مستقیم، پرداخت ها و جریمه مالی. اینی رقم ما چی کده میتونیم توسط ای ورق ها، توسط ای بیجک ها مدیریت کده میتونیم. مشتری هایی که در دکان ما میه، مشتری هایی که در کمپانی ما میه، مشتری هایی که در کورس ما میه، مشتری هایی که یا مثلا کارمند هایی که در اداری ما میه، او ارتباط برخودتان میه که همی مدیریت مشتریان هر چیزی که تحلیل میکنید. دیگه میایم از اینجا در قسمت پایین است که مدیریت فروشنده است. مدیریت فروشنده ای است که موادایی که از منبع خودتان در بیرون اخراج میشه چی بوده؟ ایجاد و ارسال سفارش ها، دریافت اقلام، ایجاد بلها، پرداخت بلها و مالیه و مالیه بر فروشات. یعنی چه قسم مالیه شما چی میکنین؟ از فروشاتتان میگیرین. مدیریت کارکنان، کارمندایتان چه قسم شما چی میکنین؟ مدیریت میکنین. ثبت کارمندان، ثبت کارمندان وظیفه دار، استفاده از کار زمانی از بخشش و پرداخت مزدهایشان. دیگه چهارمش کاری که میکرده چی بوده؟ بانکداری بوده، چک نویسی، کردیت دهی، گذاری، انتقال وجوه، تلفیق حسابات، مدیریت قروض. دیگه چیزه؟ یعنی جمع قرض ها را میگن. تهیه گزارش در آخر یک مرحله وظیفه داشته چی بوده؟ دورنمایی کمپانی، یعنی دورنمایی بوده، ای تو نزدیک بین نبوده. 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال یک قرن شما چی کده میتونین؟ توسط برنامه کویک بوکس محاسبه کرده میتونین نقص و مفاد خودتانه توسط همین بیجک و توسط همین چک نویسی ها. دیگه این برنامه مورد استفاده متعدد داشته، در اینجا از جمله آنها بیشترین مورد استفاده را دارد یا یادآور شده. وقتی برای اولین بار وارد برنامه کویک بوکس شویم، پنجره زیر میرسد که نخستین مرحله از اجرای دستورها را به نمایش میگذارد. اینال او را من بر شما یاد میتم. او گپای بعدی است که عملی باید گفته شود. اینا کلوز میکنم، ایران من کلوز میسازم، یعنی خلاصی شفا میدیم. مدیریت مشتری، مدیریت فروشنده، مدیریت کارمندایتان و مدیریت بانکداریتان بوده. اینی خلاصی کویک بوکس بوده که بر شما انجام میداده، که اینی میرخم خلاصه داشتم. دیگه من از اینجا بر شما چی میکنم؟ اینی کویک بوکس هستم.
رایت کلیک میکنم کویک بوکس از اینجا رن از ادمنستریتور میکنم و بعد از او یس میسازم. چند ثانیه شما منتظر میمونین که برنامه کویک بوکس بر شما باز بکنه، اون اوپنینگ کویک بوکس میگن. اینه چند لحظه منتظر موندین بر شما چیکار. اینه اولین گزینه. یک چیز باید شما فراموش نکنین، برنامه کویک بوکس تا وقت که یک دانه اکانت جور نکنین باز کردن نمیتونه. این تو برنامه اکسل واری خودش اتومات، اکسس واری خودش اتومات باز نمیشه. این رقم برنامه ها واری شما مجبور هستین یک دانه اکانت جور کنین. اکانت هم باید اصلی باشه، یعنی استاندارد باشه. این تو مثلا نقلی هم اگر پیش برین بر شما پروسس شده غیر فعال میشه، او کار نمیتونه بر شما. اینال اینجا چهار گزینه داریم. میگه خب let's get your business set up quickly، یعنی در کویک بوکس میگه کدام بزنس را که شما شروع میکنین خیلی درج کنین. میگه اینجا express start، یعنی شروع میکنیم به شکل خلاصه. توسط از این شما یک اکانت جور میکنین اما خیلی خلاصه، با یک گذشتن از یک ورق مستقیما بر شما اما ورق اکانتیتان یا ورق اکانتتان باز میشه. ما ایره کلیک بکنم و بعد از کلیک ساختن اون نام کمپانی تون درش میکنین، کانستراکشن تون درش میکنین، کمپانی تایپ اما تایپ کمپانی تون درش میکنین، آیدی مالیدهی تون درش میکنین، دو یو هاف امپلوی، آیا شما کارمند دارین. این از اینجا کانتینیو بکنین. این چند مرحله پیش میرفتن، یک دو سه مرحله و بعد مستقیما استارت ورکینگ کارش ما شروع کرده میتونین. خلاصیش فعلا میمونیم بکش میکنم، حالا تولیش برمیگردانم چی میگم. دیتیلز استارت باز بر شما چی میکنه، از الف تا یا تمام جزئیات کمپانی تون درج کرده داخل کمپانی تون شده میتونین، داخل کویک بوک شده میتونین. اگر نه بر شما چی نمیکنه، اجازه نمیده. کرید وظیفیش است، توسط کرید شما یک دونه جدید شی ایجاد کردن میتونین. چی شی ایجاد کردن میتونین؟ جدید نه، کرید ا نیو کمپانی، کمپانی جدید میخواین، یا اوپن ریستور ان اگزیستینگ کمپانی، یا کمپانی هایی که قبلا مجبور کرده موندیم او را بازش میکنین، یا کمپانی هایی که برنامه کویک بوست قبلا بر شما جور کرده مونده ازش استفاده میکنین، او را ادیت میکنین، او ارتباط بر خودتان میگیره. سه مرحله بوده، یکی جدید خودتان جور میکنین. مرحله دومش این بوده که قبلا توسط نیو کمپانی جور کرده باشین امر را باز کرده میتونین. سومش این بوده که برنامه کویک بوکس خودش جور کرده مونده او را شما باز کرده میتونین. فهمیده شد؟ من میگیرم نخیر، من یک دونه جدید شو جور کردن شو یاد میخوام بگیرم. اگر این را فهمیدین اینم فال میشه، اینم جور کرده میتونین شما باز. بعد میام از اینجا کریت ا نیو کمپانی ایجاد میکنم، یک دونه کمپانی جدید خیلی کلیک میکنم و بعد از کلیک کردن اینی جزئیات دوباره می از اینجا دیتیلز استارت با تمام منبعش من شروع میکنم. سکنین میگه اینجا چی گفته، انترویو پروگرس. از انترویو یا برنامه کویک بوکس سیر نشین، شما داخل برنامه کویک بوکس شده نمیتونین، یک چیز مینوهاش هم بر شما فعال نمیشه. از هر شرکتی را که باز میکنین، از هر بخشی را که باز میکنین، اونمو بخش شما کار کرده میتونین، از اضافه شما از اینجا استفاده کرده نمیتونین. در گزینه اول بر شما چی آمده، کمپانی نیم. از نامش معلوم است شما چی میکنین، نام کمپانی تان اینجا درج میکنین. نام چی رو درج میکنین؟ نام کمپانی. من میخوام اینم اینجا به کمپانی یک دونه نام بارم نوشته میکنم. اینم اینجا چی؟ جوشن ان کمپانی. این به شکل مقصد نترسین، تفرقه خود زیاد میشه اینا. خب میام از اینجا چی است، لگال نام، اما مالیه که بر شما میاد نام ازو چه باشه، تکراری همین موضوع به کاپیش میکنم. این دمی قسمت کنترل وی میکنم، این جوشن ان کمپانی نامه، اما جوشن کمپانی دوباره آمد. تکس آیدی بعد ازو شما مثلا شاید کارمندای دولت داشته باشه، تی آی این کارت دارین، تی آی این کارت نمبر تشخیصیه. دمو نمبر تشخیصی تو متوجه باشین، نو عدد نوشته است به نام خودتان، تکس آیدی است. شما وقتی که مالیه پرداخت میکنین نظر به امو مالی شما را قید میکنه، دمو اکانت جمع شده رفتن میگیره، باز دزور نظر به اونمو مالیتان، نظر به مو اکانتان به شما باز تقاعد هم دادن میشن. این از ماش خودتان قید میکنه، از ماش خودتان پس بر خودتان ماش میته، تقاعدش هم از روی امو میته. اینمی تکس آیدی، اینمی را میگه هر کس، هر کمپانی از خود یک نمبر تشخیصی می داشته باشه. تا وقتی که نمبر تشخیصی نداشته باشین، وزارت مالیه یا مستوفیات بر شما چی نمیده، یعنی اجازه کار نمیده. شما باید اونمو تکس آیدی رو نوشته کنین، از نو عدد کم نمی باشه. ما از پیش خودمون می پردیم 78 نوشته میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 نوشته میکنم. اینه ای چند شد، از نو عدد کم نمی باشه، اگه نه اجازه نمیده بر شما. یک موضوع دیگه را باید در اینجا یاد آشم، اینجا ستاره است، این اینجا ستاره دیگه کجاست، دیگه هیچ ستاره نیست. نه
شما میتونین صرف بخش چیزایی که ستاره مانده شده او را باید مجبور هستین شما خانه پوری کنین. اگر ستاره نبود اونا را خانه پوری نکنین هم میشن، اما باز کارتان مکمل نمیشه. فهمیده شد؟ ما بر شما یاد میتونم که باید تمامش پر کردنش یاد بتم، و بعد از او اگر احیانا شما خلاصه میکنین صرف نام کمپانی تانم درج کرده نکس کرده میتونین. یعنی همو چیزایی که ستاره خورده باید خانه پوری کنین، اگر نی اجازه نمیده برنامه کویک بوکس. میام از اینجا نزدیکتر میارم، اینا تکس آیدیش هم نوشته کردم. خب استریت ادرس از نامش معلوم است، آدرس تانو نوشته میکنین. آدرس ما در کجا باشه؟ مثلا نوشته میکنم شبرغان، صحیح شد. و بعد تو کجا باشه؟ استریت، اینا استریت 3 و بعد از او بندر، چه نوشته میکنم؟ خب سیتی کدام شهر؟ اینجا نوشته میکنیم سنتر، نوشته میکنیم سنتر چی را میگن؟ مرکز را میگن. خب استیت از کدام استیت هستین؟ اگر استیت ما نامعلوم از ایالات نیستنی کلیک میکنم از افغانستان سیم خالی میمونیم. زیب موقعیت جغرافیایی تان امی جوز جانه، از لحاظ موقعیت جغرافیایی در افغانستان در کدام زیب کد باشه؟ فکر میکنیم که 25000 میمانم، صحیح شد؟ این بمی زیب کد باشه. و بعد زون میگرم از اینجا یونایتد استیت، من میگرم ادر، بخاطر از اینکه یونایتد استیت نیست افغانستان ما، میگرم شماره تماس چی میکنم؟ مثبت 93 کد چی هست؟ افغانستان هست 785-277-538 این شماره باشه. فکس نمبر فکستون چی است؟ 786 باشه. خانه پوری کنین اگر اجازه نمیده. اینجا چی میکنین؟ ایمیل آدرس محمد عارف رحیمی 13@gmail.com این به این شکل. وبسایتتون www. از اینجا نشته میکنم learningrahimi.com، چون امی رقم یک وبسایت هم دارم من، این کلیک بکنین درس های آموزش های من. اینه به این شکل چی را خلاص کردم؟ خانی اولا به نام Enter Your Company Information بود، یعنی درج بکنین معلومات ابتدایی کمپانی تا نگفت تا خانه پوری کردم. این حالا من چی میکنم؟ نکستش میکنم. اینه درست بوده که بر شما در مرحله بعدی آمد، اگر اشتباه بکنین بر شما در مرحله بعدی نمیاید. فرض مثال دو دانش من اونا دلیت میکنم اجازه داد نداد، اونا تکس آیدی را غلط کردم، فرض مثال اجازه نمیته بر شما. میگرم از اینجا کلوز میکنم، پس اینه اینجا 6 امرای 7 افزود میکنم، از اینجا نکست میسازم مرحله بعدی میه. این حال شما از اینجا چرا انتخاب میکنیم؟ اینجا هر شرکتی که هر بزنسی که در داخل برنامه کویک بوکس شما ازش استفاده کردن میتونین کلن اینجا خلاصی شامدگی است. من میخوایم چی جور بکنم؟ اینجا بسیار زیاد است، انفارمیشن تکنولوژی کامپیوتر سافتویر، اینه میره جور میکنم. مثلا من میخوایم معلومات در مورد تکنولوژی زیاد یاد دارم، کامپیوتر فروشی یا سافتویر فروشی یا مثلا خدمات سافتویر فروشی را باز میکنم. خیلی میگرم اینه میره انتخاب میکنین. شما میتونین از اینجا اگر دکان موی مثلا آرایشگاه داشته باشین، از اینجا آرایشگاه هم هست. اگر شما هر بخش که کار میکنین، اینجا سکه اکاونتینگ بانکداری است، ادورتایزینگ پابلیک ریلیشن است، دیگه اینه رایتینگ فوتوگرافی است، این از بخش فوتوگراف هاست، انجینیرینگ دیزاین است، آرتیچر ایتو دیزاینینگ هاست. من میگرم این از اینجا چون که دمی سیستم بلد هستم اینه میره کلیک میکنم، و بعد از او چی میسازم؟ از اینجا نکست میکنم. اونه چی خودم انتخاب کردم؟ خب اینجا چی گفته؟ How is your company organized؟ خب شما به کدام شکل در یک کمپانی کار میکنید؟ اینجا به شما اول گفته سول پرنسنج چی هست؟ یعنی پروپریتورشیپ. ای اگر گزینه اول تیک مارک بکنین، شما شرکتی را پیش میبرین که هیچ شریکی ندارین، به شکل انفرادی به شکل شخصی پیش میبرین. اگر بین از اینجا LLP را انتخاب بکنین، شما شرکتی را پیش میبرین که سهمیه مثلا 50% شریک هستین، 30% شریک هستین، چندین نفر یک شرکت یک کمپانی را پیش میبرن، دوالا شما این را انتخاب میکنین. LLC شرکتی را پیش میبرین، مثلا دولت بخش نفت و گاز را پیش میبره، این یک چیزی هست که مثلا تولیدات عمومی هست، انحصار عمومی است، اونو او رقم یک شرکت باشه LLC را انتخاب میکنین. کورپوریشن ای هم انفرادی است، اس کورپوریشن اینا باز در خارج باز زیادتر است. نان پروفیت ایچ چی هست؟ ای یک شرکتی هست که
مثلا اسپانسرش کشور خارج است بالای زبان کار میکنه بالای فرهنگ کار میکنه بالای چیا کار میکنه اگر او رقم آلت ضرورت بود نن پروفید انتخاب میکنین یا فرض مثال ادر نن یا از یکی زمین هم نباشه شما ادر نن بگیرین نکست بکنین نه خیر ما میخواییم یک بزنس یا مثلا یک کمپانی شخصی انفرادی خود میخواییم پیش ببرم از اینجا نکست میکنم و بعد از اون میگن select the first month of your physical year از کدام سال از کدام ما اینمی کویک بوکس شما ایجاد کردین و همچنان کارتان شروع کردین اما تاریخ مایش نوشته میکنین این 12 ماه اینمی نوشته است فعلا کدام ماه اینمی وقتی که شما جون است میگیریم از اینجا جون انتخاب میکنم و بعد از او نکست میکنم و بعد از نکست ادمنستریتور پاسورد اصلا که شما امی برنامه کویک بوکس تانا بعد از این امی اکانت تانا باز کنید آیا پاسورد بخوایا؟ بله یا پاسورد بخوایا چی میپرتم خواه؟ 1, 2, 3 میپرتم اینجا هم تکراری میندازم چی؟ 1, 2, 3 دوباره نکست میکنم خب اینجا چی گفته؟ create your company file خب فایل تانا چی کنین میگن؟ جور کنین در کجا ذخیره میکنین امی فایل های تانا؟ من میگیرم از اینجا یک دانه فایل برش جور میکنم همیشه باید در اونجا من جستجو کرده دیده بتانم این در این قسمت میرم رایت کلیک یک دانه فولدر جدید ایجاد میکنم اینجا نشته میکنم چی؟ کویک بوکس فایل این کویک بوکس فایل بعد از این تمام فایل های کویک بوکس هم داخل این همی اوتومات خب میگیرم از اینجا در این قسمت اوپنش میسازم سیفش میکنم در حال چی است؟ سیف کردن اصانه این 100% شود در اونجا کل فایل های ما را چیش میره موضوعاتش میره باز از همونجا باز کرده میتونین این حاجت نیست از روی صفحه شما کویک بوکس جدید باز کنین مستقیما هم اکانت تانم باز کرده میتونین فهمیده راستی نمیره؟ مشکل خواه نیست نه؟ خواه امروز تشریحات هست فردا باز محاسباتش کار میکنیم این باید اکانت جور کرده نه بفهم این روز اول اینه خلاص شد دوباره من چی میسازم از اینجا؟ نکست میکنم و بعد از نکست از اینجا گفته What do you sell؟ خب فروشگاه شما چه قسمی هست؟ مثلا میگرم services only, products only, both services and products میگه صرف خدمات اجرا میکنین در چیتان اما کمپیوتر فروشی جور میکنم گفته بودم اینان کمپیوتر فروشی دو وظیفه داره یکی خدمات کمپیوتری هست که کپی میکنین، پرینت میکنین، عکس جور میکنین، عکس پرینت میکنین یا سافت ویر میفروشین یا ویندوز کلا می اینا رو خدمات میگه یا فرض مثال پروداکتس شما ماوس میفروشین، کیبورد میفروشین، کامپیوتر میفروشین، مایک میفروشین، اسپیکر میفروشین، اینا سام اینمی چیزا رو که میفروشین، اون را چی میگه؟ پروداکتس اونلی میگه، تولیدات. اگر اینو کلیک بکنم هر دوش هم من انجام میتم در یک دکان. خب کلیک میکنم. خب بعد از اون چی گفته؟ Do you charge sales tax؟ آیا خواهان پرداخت تکس به دولت هستین؟ اگر بله بگوین yes. میگه Do you want to create estimates in QuickBooks؟ آیا اصلا که شما QuickBooks جور میکنین پیش از اینکه فروشنده از شما مواد بخره شما میخواین برش بیجک بتین یا نرخگیری را اجازه میتین برش از طریق برنامه QuickBooks؟ بله اجازه میتون خب وقتی که استیمیت دادین اون نرخ میگیرن یعنی سودا نمیکنین شما خب اینجا چی گفته؟ Tracking customer orders in QuickBooks شارول کسایی که در شارول کار میکنن خوب دقیق متوجه باشه باید در چیزا کلان امرای سر کار تا امرای همی چی هست؟ دوکان هستن ترفروش و دوکاندار و تجارت و کل گپ در پیش شما می خب اینجا چی گفته؟ Tracking customer order in QuickBooks آیا امو مشتری تانه کستومر مشتری را میگه مشتری تانه اجازه میتین که از شما وقتی که نرخ گرفت در شما میاد نرخ بته بله یا میخواییم شد خب دیگه چی گفته using statement in QuickBooks این بعد از او بیجک میتین برش بعد از اینکه نرخ گیری کرد بعد از اینکه او هم نرخ داد بر شما باز آخرین مرحله نهایی را یس میسازیم و بعد از او using progress invoicing ایرم یس میسازم و بعد از managing bills you مثلا میگه شما میخواین بلم برش بتین بل چرا میگه مثلا بعد از او که آخرین گپ که شد مانم برش تسلیم دادین باز یک بلم برش میتین اگر بل نمیتین اگر نو گفتین بل داده نمیتونین در برنامه کویک بوکس اجازه بل نمیته اجازه پرنت بل نمیته بر شما من از اینجا یست میسازم باید بلم داده بتانم
خب tracking inventory in QuickBooks. Inventory چی را میگه بر شما؟ Inventory. Inventory چی را میگه؟ تعقیب کردن فروش برای فروشنده و کم شدن از گودام مال خیش. خب inventory را میگه که اگر شما یعنی میره فال بسازین، مالی را که شما فروختین از گودامتان کم بودنش بر شما گفته میته. چون برنامه کویک بوک شما درج میکنین در گودامتان چقدر مال هست، یعنی مثلا در بخش امور جنسیتان در چی سجل میگین، چی میگین شما در گودام مال میباشه، نه در کارمندای دولت. از امون گودام وقتی که کم شد، اگر امی یس باشه کم شد گفته، برنامه کویک بوکس خبر میده. خب از اینجا tracking time in کویک بوکس باید تایم کاریش هم معلوم شوه. دیگه چی گفته؟ Do you have employee یا کارمند دارین دم کمپانی که کار میکنین؟ دقیقا میباشه دیگه، دو رقم کارمند است، یکی کارمند رسمی است، یکی کارمند موقتی است. او دلتان از کدامش ضرورت دارین؟ هر دوش هم دارین؟ بله هر دوش هم دارم، هم موقتی هم رسمی. خب میگه using accounts in QuickBooks، من میخوام استفاده کنم از چی؟ از اکاونت QuickBooks. اینجا چی گفته؟ Select a date to start tracking your finance. میگه مو کارتانه از کدام تاریخ شروع کردین؟ اگر فرام بگیرین خود کویک بوکس از روزی که ایجاد کردیم از امو تاریخ میخوان، یا امو تاریخی که ما خودم میخوام از اینجا با تاریخ هم عیار کرده میتونیم. مثلا جنوری چندم بودونه؟ جون. جون گفتینه، امروز جون چند است؟ سی است؟ خب خودش انتخابم بوده، این در سی شروع کردیم. در جون سی ما تجارت خود توسط اینمی برنامه شروع کردم. خب کلیک میکنم، اینا اینی موضوعاتی هست که بر شما چی میکنه؟ انکم، پیسه بر شما میایه. این موضوعاتی هست که پیسه از شما چی میشه؟ خروج میشه. او رو بر شما گفتم میتن. نیکست میکنم گو تو ده ستاپ. این حالا شما چی شدین؟ موفق شدین، برنامه کویک بوکس داخل شده تانستین. این مینوش فال شد نشد بر شما، تا که اینمه قدر مرحله رو شما تایی نکنین داخل برنامه کویک بوکس شده نمیتانین. مشکل خود نیست انشاءالله. Start working، میخوایم کار شروع بکنم و بعد از او ای کارا را فعلا ضرورت ندارم. کلوز ایشم ضرورت ندارم، اینی بخشم ضرورت ندارم. سکنین ای وندر است، ای کستومر است، ای امپلایی است. سکنین به سه بخش تقسیم کرده بودیم همونجا مدیریت. ای هم کمپانی است، ای هم بانک است. یکی بود مدیریت چی بود؟ مدیریت فروشنده بود. فهمیده شد؟ یکی مدیریت چی بود؟ مشتری بود. مشتری هم روی فروشنده چی فرق داره؟ فرق نداره نی؟ خود ما فروشنده است. خب یعنی مدیریت این مدیریت فروشنده است، این مدیریت مشتری تان است که از شما مال میگیره، این مدیریت کارمندای تان است که برش ماش میتین. سکرین اینجا انتر تایم گفته، ترن آن پیرول گفته. یکی در کارمندا شما دو وظیفه انجام میتینی، یکی برش محولی کاریش معلوم میکنی از 8 کار بکنه تا 4 بجره، یکی هم برش چی را تعیین میکنین؟ ماش را برش تعیین میکنین. این از همینجا باز بعد نگه پارا یاد میتونم. کمپانی از نامش معلوم است، کمپانی را میگن. شما چارت جور میکنین، انونتری میکنین، کویک بوکس فایننس میکنین، کلندرش استفاده میکنین، از وبسایت موبایل استفاده میکنین. اینا چیزایی است که مربوط کمپانی میشن، این مربوط بانک میشن، این مربوط مشتری تان، این مربوط فروشنده تان. وندر فروشنده را میگه، کاستومر مشتری را میگه، امپلایی هم کارمندا را میگه، کمپانی هم کمپانی را میگه، و بانکینگ هم بخش بانکداری را میگه، مدیریت را میگه. اینمی پنج موضوع را بر شما اینده اینجا هم خلاصه گفته داده بودم. این سفر هم باز کنم اونا بر شما: مدیریت مشتریان، مدیریت فروشنده، مدیریت کارمندان، بانک داری و تهیه گزارش. تهیه گزارشتان در کمپانی صورت میگیرن. از اینجا کلوزش میکنم. اینی چی شد؟ برنامه کویک بوکس فعلا خالی و خالی است. نه اکانت دارین، نه پیسه دارین، نه زی بانک دارین، نه باختر بانک دارین، هیچ بانکی هیچ پیسه فعلا موجود نیست. اینال سر از فردا از یک سر شروع میکنین. اولین کاری که شما کار شروع میکنین از چی شروع میکنین؟ از پیسه شروع میکنین. چقدر پیسه که دارین اون نظر به اونم پیسه فعالیت را انجام داده میتونین. این در اینجا شما اکانت باز میکنین، آنلاین میکنین، مستقیما در مو اسیزی بانک وصل میشه امروی چی هایشان، دیتا بیس هایشان. اوناش باز درس های بعدی گفتم میتونم. همینقدر درس بس است. کلوزش میکنم، یس میسازم و بعد از اون بر شما چی میشه؟ بسته میشه. ایران میگرم از اینجا استاپ.